خط کشیدم تو پر پرواز رویا. درود به شما همراهان جویای حقیقت، برگشتیم با گلچین چند خبر. خبر اول، حواشی گفتگوی دختر قاسم سلیمانی در تلویزیون جمهوری اسلامی. فیسبوک سرکرده یک گروه خیلی بزرگ از اشرار بود که چندین سال دنبالش بودن که بگیرنش. بعد حاج آقایشون رو میوردن خونه؟ بله. در ادامه ویدیوی دیگه از افشاگری های سردبیر رادیو گیلان. و در آخر، افشای بزرگترین فساد در آموزش عالی کشور. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگویی از دختر قاسم سلیمانی پخش شده که بدون اینکه خودش متوجه باشه به نکته حساسی اشاره میکنه. بنا به گفته زینب سلیمانی، پدرش یکی از بزرگترین اشرار و مافیای مواد مخدر رو به خونه‌شون میآورده و مدتی مهمونشون بوده. ما حدود 2 ماه 3 ماه فکر میکنم اینطورا هر روز ناهار رو با ایدوک بامری میخوردیم. ایدوک کی بوده؟ ایدوک سرکرده یک گروه خیلی بزرگ از اشرار بود که چندین سال دنبالش بودن که بگیرنش. بعد حاج آقایشون رو میوردن خونه؟ بله، میوردن خونه. هی مثلا با ما میشستن غذا که میخوردن به شوخی میگفتن بچه ها رو بده من میخوام ببرم باهاشون آهو بگیرم، میخوام ببرمشون شکار آهو. بعد ما هم میترسیدیم چون میدونستیم کیه، میترسیدیم. بابا میگفت نه، احتیاط میکردن، میگفتن نه. ولی خب نهار رو مثلا میومدن خونه کنار ما میخوردن، استراحتشون رو خونه ما میکردن. در واقع دختر سلیمانی در برنامه محلا فاش کرد ایدوک بامری از بزرگترین قاچاقچیای مواد مخدر به خونهشون رفت و آمد داشته. البته وانمود کرد که پدرش مثلا باعث توبه کردن اون فرد شده، اما شنونده باید عاقل باشه. همون زمانی که خونه شما می اومدن شرارت هم داشتن؟ نه، ایشون بعد از اینکه خیلی دنبالشون کردن به این نقطه رسیدن که دیگه چیزی نداشتن که بخوان بجنگن. اومدن یه نامه دادن، گفتن که من خودم رو تسلیم میکنم به جمهوری اسلامی. یعنی باعث این نامه و این توبه حاج آقا بودن؟ اون موقع اشرار که وقتی که می اومدن فیلماش هست هنوز، یعنی یه وقتایی می اومدن اسلحه هاشون که زمین میذاشتن میگفتن ما تسلیم جمهوری قاسم سلیمانی هستیم. یعنی خیلی میترسیدن، یه ترسی داشتن، ولی در این حال خیلی مردونه و با مروت با این رفتار میشه. بابا میرم پیش آقا، میگن که ایدوک اومده به ما نامه داده که من میخوام توبه کنم. آقا گفتن که، بعد بابا گفتن که خب این مثلا با این همه قتلی که انجام داده، با این همه مثلا کاری که کرده، ایشون میخواد بیاد الان پیش ما. آقا بهشون میگن که بله، توبهشون رو بپذیرین، اصلا تو مرام ما نیست که کسی که به ما پناه میاره ما بخوایم دستگیرش بکنیم. داره به ما پناه میاره و ما باید حواشو داشته باشیم. دیگه سر سفره ما میومد میشست با ما ناهار میخورد. الله اکبر. این یعنی تایید حرفایی که در مورد نقش قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه به عنوان کارتل مواد مخدر در خاورمیانه گفته شده. همینطور از موارد دیگه‌ای که زینب سلیمانی به ضرر خودشون عمل کرد، آرایش غلیظش بود که خلاف ادعاهای حکومت در حوزه حجاب و عفاف بود، به طوری که سوژه انتقاد کاربرای شبکه‌های اجتماعی شد، تا جایی که حتی خانواده زینب و محمد حسین اسدی لاری که از جان باختگان شلیک حکومت به هواپیمای اوکراینی بودند، خطاب به دختر قاسم سلیمانی نوشتند زندگی ما بعد از عزیزانمون نابود شد، اما به شما بعد از پدرتون بد نگذشته. از ظاهر غیر متعارف به عنوان عزادار تا بودجه های میلیاردی که به بنیادتون سرازیر میشه. ویدیویی منتشر شده که در اون باز هم ابعاد تازه‌ای از پرونده مدیر کل ارشاد توسط سردبیر رادیو گیلان افشا شده.
بر اساس مدارکی مستند، وجود یک پرستوی اطلاعاتی هم در این پرونده برملا شده. یعنی یه زن که در این پرونده نقش محوری داشته و با هدایت تیم فرزند سردار عبدالله پور قصد گرفتن حق و سکوت از رضا سقطی داشتن. خیلی از من می‌پرسید که خلاصه پرونده جناب آقای سقطی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به کجا رسید؟ اجازه بدید من خیلی سریع و تند خدمتتون عرض بکنم. سقطی در اعترافات خودش گفته قبل از اینکه فیلم عملیات بنده با اون آقا پسر از رادیو گیلان پخش بشه، یک خانومی به من بست شد و گفت که ما این فیلم رو در اختیار داریم و شما باید 6 میلیارد تومان به ما پول بدید تا ما این فیلم رو پخش نکنیم. که میگه که منم باهاشون چونه زدم، خلاصه تا 1.5 میلیارد به توافق رسیدیم. بعد از اون افسران اداره اطلاعات میرن و اون خانوم رو دستگیر میکنن که کاشف به عمل میاد. اون خانوم که اسمشون هم خانوم سحر بوده، یکی از فرماندهان پایگاه بسیج خواهران در شهرستان رشت بوده. ایشون رو میگیرن، خلاصه بازجوی فنی میکنن. ایشون اعتراف میکنه که من به تنهایی نبودم، یک تیمی هستیم که متشکل از خبرنگار و اطلاعاتی و فلان و فلان و فلان درش هستیم. که از ایشون میپرسن که رئیس شما در این تیم کیه؟ میگن که رئیس ما یکی از پسرهای جناب آقای سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلانه و ایشون شروع میکنه یکی یکی اعتراف کردن که چه کسایی با ما همکاری میکنن و تا به این ساعت یه چیز در حدود 37 نفر رو در این رابطه بازداشت کردن. حالا کاشف به عمل اومده که اون آقا پسر برای اولین بار فیلمو به رادیو گیلان نداده، بلکه فیلمو برداشته بود برده بود برای سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان. سپاه استان گیلان فیلم و سلسله مراتبی میفرسته تهران، تهران هم به وزیر میگه ما یه همچین فیلمی داریم، شما باید مدیر کل رو بیرون کنید. مدیر کل رو بیرون نمیکنه جناب آقای وزیر و سازمان اطلاعات سپاه این فیلم رو دوباره برمیداره میده به یکی از نمایندگانی که عضو کمیسیون امنیت مجلس بوده. اون نماینده هم برمیداره میبره تو کمیسیون امنیت مجلس و همه نشون میده. دوباره رئیس کمیسیون امنیت مجلس زنگ میزنه به وزیر فرهنگ و ارشاد، میگه این فیلم لواط در اختیار ماست، این مدرک رو بیرون بکن. که باز وزیر ارشاد نمیدونم چرا جناب آقای سقطی رو بیرون نمیکنه. به هر حال خیلی پیچ با پیچ شده و حالا چجوری این فیلم به دست فرزند جناب آقای سردار عبدالله پور رسیده دیگه خودتون حدس بزنید. این کل ماجرا تا این لحظه بوده که خواستم خیلی سریع به سمع و نظر شما عزیزان برسونم. البته شنیده ها حاکی از اونه که وزیر ارشاد باید بعد از این افشاگری ها یا استعفا بده یا برکنار بشه. به نظر میاد ماجرای رسوایی این مدیر انقلابی داره تبدیل به سریال ترکیه‌ای میشه که معلوم نیست کی پدر کیه. اخیراً پرده از فساد و رانتی گسترده برای فرزندان مقامات حکومتی برداشته شده که با استفاده از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به رشته‌های مهمی راه پیدا کردند. از جمله انگلزاده‌ای که با رتبه 175,000 پزشکی می‌خونه. در ادامه این افشاگری‌ها، علی امرایی عضو کمیسیون دیدبان عدالت و شفافیت عنوان کرد بعضی از این افراد که در حال تحصیل در رشته پزشکی‌اند، میانگین نمرات دروس اختصاصیشون کمتر از 8% بوده. اما این نور چشمیا با امضای چه کسانی وارد دانشگاه شدن و چه کسانی پای اون مصوبه رو امضا کردن؟ امرایی به مصوبه اشاره میکنه که به موجب اون فرزندان اعضای هیئت علمی که در آزمون سراسری پذیرفته شده بودند میتونستن از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت والدینشون منتقل بشن. تغییر رشته اونا هم مشروط به این بوده که حد نصاب لازم نمره علمی در رشته مورد تقاضا رو کسب کرده باشن. این مصوبه در سال 1392 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. اما در سال 96 تبصره‌ای اضافه شد که شرط حد نصاب نمره علمی رو حذف می‌کرد.
بنابراین فرزندان اعضای هیئت علمی که عمدتاً از افراد حکومتن، اگر در رشته و دانشگاه قبلی دو ترم متوالی معدل بالای 15 می‌گرفتن، می‌تونستن درخواست تغییر رشته و دانشگاه بدن. در نتیجه با توسل به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعضی از این افراد از رشته دامپزشکی به رشته پزشکی یا داروسازی تغییر رشته و دانشگاه دادند. اجرای این مصوبه و تبصرش باعث شد فردی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود در دانشگاه دیگه‌ای داروسازی بخونه، یا کسی که کارشناسی مدیریت بیمه قبول شده بود در حال تحصیل در رشته دندونپزشکیه. حتی کسی که در رشته صنایع غذایی قبول شده بود وارد رشته پزشکی شد. این مصوبه گرچه به دلیل همین رانت و حق‌کشی باطل شد، اما مواهب اون دست کم برای 134 نفر همچنان ادامه داره. یعنی بعضی از این افراد همچنان دانشجو موندن. در صورتی که حکم اخراجشون در شورای سنجش و پذیرش صادر شده بود و دیوان عدالت اداری هم اونو تایید کرده بود، اما به اجرا در نیومد. علاوه بر این، کسانی که پای این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو امضا کردن و مرتکب این رانت گسترده شدن، الان مسئولیت‌های مهم آموزشی دارن. از طرفی کمیسیون دیدبان شفافیت و عدالت اطلاعات کامل 134 نفر رو که از این مصوبه سوء استفاده کردن در اختیار داره، که همشون هم از فرزندان مقامات و مسئولین حکومتن. اما آمار این افراد از این هم بیشتره. افشاگری از وجود رانت گسترده و تقلب‌های ادامه‌دار در آزمون سراسری در حالی ادامه داره که بسیاری از داوطلب‌ها و خانواده‌هاشون برای قبولی در کنکور هزینه و فشار زیادی متحمل میشن. این امر باعث شده بیشترین درصد قبولی در دانشگاه‌ها نصیب قشر مرفه بشه که به مدرسین گرون قیمت و حتی خرید سوالات کنکور و تقلب دسترسی دارن. کارشناسا طی سالهای گذشته مدام درباره پیامدهای وجود رانت و مافیای گسترده در کنکور و آموزش هشدار دادن و تاکید کردند که باعث شده راهیابی به دانشگاه برای داوطلبین خانواده‌های متوسط و فقیر به رؤیا تبدیل بشه. دقیقاً همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی شکاف طبقاتی هرچه بیشتر. هشتگ نه به جمهوری اسلامی. عزیزان آگاه کانال ایران دیلی، با تشکر از همراهیتون، لطفاً نظرتون رو در کامنت بنویسید و این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارید. تا بعد، بدرود.